داستان تحصیل در اروپا یک زوج جوان برای ادامه تحصیل و گرفتن دکترا آزم کشور اروپایی شدند در آنجا پسر کوچکشان را در یک مدرسه ثبت نام کردند تا او هم ادامه تحصیلش را در سیستم آموزش این کشور تجربه کند روز اول که پسر از مدرسه برگشت پدر از او پرسید پسرم تعریف کن ببینم امروز در مدرسه چی یاد گرفتی پسر جواب داد امروز درباره خطرات سیگار کشیدن به ما گفتن. خانم معلم برای ما یک کتاب قصه خواند و یک کار دستی هم درست کردیم. پدر پرسید ریاضی و علوم نخواندید؟ پسر گفت نه. روز دوم دوباره وقتی پسر از مدرسه برگشت، پدر سال خودش را تکرار کرد. پسر جواب داد امروز نصف روز را ورزش کردیم، یاد گرفتیم که چطوری اعتماد به نفسمان را از دست ندهیم و زنگ آخر هم به کتابخانه رفتیم و ما یاد دادن که از کتاب های آنجا چگونه استفاده کنیم بعد از چندین روز که پسر میرفت و میآمد و تعریف می کرد به در کم, کم نگران شد چرا که میدید در مدرسه پسرش وقتی کمی در هفته صرف ریاضی، فیزیک، علوم و چیزهایی که از نظر او درست سوحصات بودن می شد. از آنجایی که پدر نگران بود که پسرش در این دروس ضعیف روش کند و پسرش گفت پسرم از این به بعد دوشنبه ها مدرسه نرو تا در خانه خودم با تو ریاضی و فیزیک کار کنم بنابراین پسر دوشنبه ها مدرسه نمی رفت دوشنبه اول از مدرسه زنگ زدند که چرا پسرتان نمی آید گفتن مریض است دوشنبه دوم هم زنگ زدن باز یک بهانه آوردن بعد از مدتی مدیر مدرسه مشکوک شد و پدر را به مدرسه فرا تا با او صحبت کند وقتی پدر به مدرسه رفت باز سعی کرد بهانه بیاورد اما مدیر زیر بار نمی رفت بالاخره به ناچار حقیقت ماجرا را تعریف کرد گفت که نگران پیشرفت تحصیل پسرش بوده و از این تعجب می که چرا در مدرسه اروپایی اینقدر کم درس درست, درست حسابی می خوند. مدیر پس از شنیدن حرفهای پدر کمی سکوت کرد و سپس جواب داد ما هم هفتاد سال پیش مثل شما فکر میکرد